باز هم یک سلام نهایت صمیمانه حضور تمام کسانی که این کلیپ درسی را تماشا میکنند و همچنان دانش آموزای نهایت صمیمی ما. در این قسمت برنامه بخیر 28 درس از کتاب اساسات در خدمت شما ارائه میکنم که به خوشبختانه به فیصد رسیدیم. فیصد چی را میگه توجه کنین؟ 1/100 یک مقدار را فیصد می نامند و یا 1/100 یک مقدار را فیصد گویند و یا فیصد محاسبه و سنجش یک مقدار بر اساس تقسیمات 100 می باشد که توسط این از این علامه نشان داده می شود. مثلا 28% را به شکل 28/100 نشان میتین و یا 28% نشان بتنه با علائم ریاضیکیشان. 28 خط بر فی میخوانیم 100. 28% چی مانا؟ یعنی از هر 100ش 28ش قابل مجرا یا محاسبه میباشد. 35% چی مانا؟ یعنی از هر 100ش 35ش قابل مجرا یا محاسبه میباشد. 12% چی مانا؟ یعنی از هر 100ش 12ش قابل مجرا یا محاسبه می باشد. از فیصد و مقدار فیصدی در موضوعات تجارتی، عرصه های روزمره، اوسطگیری ها، بانکداری، گمرکی، محاسبات علوم طبیعی مانند فیزیک، کیمیا استفاده صورت گرفته می تواند. بر حل سوالات تناسب فیصد گفته می شد تناسبش تشکیل داده، بعدا طرفین وسطین کرده جمله نامعلومش را دریافت می کنیم. دانش آموزای عزیز یادتان نرود که سوالات فیصد به صورت عموم تناسبش مستقیم است. بر حل سوالات فیصد ما با 3 موضوع برمیخوریم. یکی دریافت فیصدی یک مقدار است. یکی بر شما دسته دوم چی است؟ فیصدی یک مقدار میتا اصل مقدار از شما میخواید. دسته سومش چی است؟ گفته یک عدد چند فیصد عدد دیگر را تشکیل میتا. با این 3 نوع سوالات سر میخوریم. هر 3ش به کمک تناسب طرفین وسطین کرده میتونیم یافت کنیم. مثلا میخوایم دسته اول از خود کتابتان حل کنیم. توجه بکن به اولی مثالش. 40% عدد 60 را دریافت نمایید. 40% عدد 60 را دریافت نمایید. دسته اولشه. 40% عدد 60 را دریابید یا دریافت نمایید. پس اینه و سوالا را به صورت عموم به اینمی ترتیب حل میکنیم. چه قسمی حل کنیم؟ گفته هر عدد را که فیصدیشان مورد نظرتان است که یافت بکنین، یعنی اصل عدده، همیشه 100% قبول کنین. یعنی چی معنی است که 100% از این عدد 60 است. شما را گفته که 40% را یافت کنین. بعد از او دیگه فیصد زیر فیصد غیر فیصد زیر غیر فیصد. گفته 40% را یافت کنین که چقدر میشه. هر چقدر میشه طرفین وسطین کرده جمله نامعلوم را یافت میکنین. دیگه برای دریافتش انشالا کدام مشکل نخواهیم داشت. پس این سوال اگر من کار بکنم پس به این نتیجه میرسم که وای مساویس به ضریب اکس چند نستک؟ ضریب وای چند نستک؟ 100% در مخرج. همیشه ضریب وای در مخرج؟ بله ها. مقابلش چند نستک؟ 60/40%. 60/40%. فیصدش کدی فیصد خلاص به خلاص. 1/0ش کدی 1/0 ازی خلاص. 0 دیگهش کدی 0 دیگهش خلاص. چی میمانه؟ 6/4 = 24. پس ما تو نتیجه گرفتم که 40% عدد 60 24 می باشن. و یا یک مثال دیگه خود ما و یک مثال دیگه خود ما مثال این مثال شماره دوم نگه داشته باشیم به می ترتیب. خوب دقت کن کس پیش دیر نشود را اینده. 3.5% این 3.5% عدد 3.5% عدد 80 را دریابید. 80 را دریابید. باشه یک سوال کسر اشاردار کار کنم که باز نگوی کار نکدی. یعنی که 100% 80 است. شما 3.5% یافت کنید که چقدر است؟ با
بازم همیشه تناسبش مستقیم طرفین وسطین کرده جمله نامعلوم یافت میکنیم. وای مساویس به ذریع وای چی هست؟ 100% در مخرج. مقابلش چقدر است؟ مقابلش این مقابلش در این سوال 80 ضرب 3.5% این 80 ضرب 3.5% فیصدش کدی فیصد خلاص به خلاص، یک صفرش 80 کدی یک صفر دیگه ازی خلاص به خلاص، بقیش ضرب کجا به سوال؟ بقیش اگر من ضرب کنم میتونی قسمی ضرب کنیم 8 تانه 3.5 تان، 2 تانه 3.5 ما 7، 4 تانه 7 تان 28 نشد استاد، خیلی که نشد به قسمی ساب کن 8 تانه 3 تان 24، 8 تانه 5 تانم 4 28، آنه 28 برده. شما 28 اگر تقسیم ده میکنین 28 نشته کنین، وقتی تقسیم ده میکنین یک خانه اشاره جدا که از طرف راست بچه. پس جواب از این سوال ما چند شده؟ 2.8. من از این دو مثال تا نتیجه گرفتم که هر چقدر فیصدیه هر مقداره که میگیم ما به می طریق یافت میتونیم، هر چقدر فیصدیه هر مقداره که بگیم مثل می دو سوال انشالله بسیار بسادگی حل خواهد کرد. سه کنین اکبار خود متوجه من 40% 60 یافت کردیم، 3.5% 80 یافت کردیم، 2.5% 2000 یافت کردیم، 5.9% 90 یافت کردیم، 45% 80 یافت کردیم، 22% 2000 یافت کردیم. هر چقدر مقدار بگویم ما به می ترتیب پس اینه به سوال ها را حل کده می تانیم. در ادامه درستان به حل مثال شماره 4 می پردازیم. 70% کدام عدد 630 می شود؟ 70% کدام عدد 630 می شود؟ یعنی ما به این نتیجه میرسیم اینه 70% کدام عدد، مثال شماره 4 کتاب است، 70% کدام عدد 630 می شود؟ 70% 630 است، یعنی که 100%ش چند است خیلی؟ به این معناست که این بار 70%ش بر ما داده، از ما کل عدد می خواهد که چند است. گفته 70% کدام عدد 630 می باشد؟ 70% 630 است، گفته 100%ش چند است؟ اگه تناسب صحیح تشکیل بده که نشانی شما میز فیصد زیر فیصد، بعدا طرفین وسطین کرده جمله نامعلوم یافت میکنیم انشالله که نباید اشتباه کنیم. ضریب وای چند است؟ 70% در مخرج. مقابلش چند است؟ 630 ضرب چند؟ ضرب 100%. خیلی فیصد کدی فیصد خلاص به خلاص، 1.70 هم کدی 1.0 اینزی خلاص به خلاص، 1.77 میشه 9.7 تانم 63 میشه، خیلی 9 ضرب 100 900. پس ما در این مثال تا نتیجه گیری کردم که سه کنه یک دفعه، اگر 70% یک عدد 630 باشد خود از او عدد 900 می باشد. به این ترتیب ما مثال شماره پنجمش حل می کنیم. 80% کدام عدد 480 می باشد؟ مثال شماره 5. 80% کدام عدد 480 می باشد؟ یعنی که 80%ش 480 است. شما را گفته که 100%ش یافت کنید که چقدر است این؟ 100%ش یافت کنید چقدر است؟ میتونی حل کنی از اینجا بازم مثل مثال های قبلی واره؟ پس ضریب وای چند است؟ 80 در مخرج. مقابلش چند است؟ 80% در مخرج. مقابلش چند است؟ 480 ضرب 100%. بله 480 ضرب چند؟ ضرب 100%. اگر من ادامه زیر حل نکنم اعتراض نداری؟ پس لطفا ادامهش خودت کار که وقت ما کمتر ضایع شود. من با استفاده از فرصت اگر تو موافق باشی مثال شماره 6 کتاب کار میکنم. 2.5% کدام عدد 15 می باشد؟ 2.5% یک عدد 15 می باشد، 2.5%ش 15 می باشد. خیلی تو را گفته که 100% شیاب که چند است؟ 100% شیاب که چند است؟ طرف این وسطن کرده انشاءالله جمله نامعلوم شد میتونیم یافت بکنیم مثل از این مثال وای مسایس به ضریب وای چی است؟ 2.5% باشه یک دانه اشاره دارم برد کار کنم. 2.5% مقابلش چند است؟ 15 ضرب 100%. 15 ضرب 100% مساوی است به فیصدش کدی فیصد خلاص به خلاص. شاگرده کانکوری میدانن که مثلا چه قسمی اختصارش بکنیم. اگر همه اختصار کنیم موافق هستی؟ 1.5 2.5 6 دانه 2.5 تان 15. خدا کنه که اشتباه نکنی. اگر اشتباه میکنی کار دیگه کو 15 را ضرب 100 بکو، باز کده 2.5 اشارهش مساوی بساز، بعدا تقسیم کن. منتها ما به این طریق کار کردم 1.5 2.5 6 دانه 2.5 تان 15. 6 ضرب 100 600. پس من از این مثال متو نتیجه گیری کردم که 2.5% یک عدد 15 است، خود عدد 600 می باشه. خود عدد چند می باشد؟ 600 می باشن. حالا به دسته سومی مراجعه می کنیم که سوال شماره 7 کتابت است. در سوال شماره 7 که چی گفته؟
گفت عدد 16 چند فیصد 80 را تشکیل میدهد؟ عدد 16 چند فیصد 80 را تشکیل میدهد؟ یعنی به این معنی است که 100 فیصد یک عدد 80 است. گفته چند فیصدش گفته 16 میباشد. این رقمی طرفین وسطن کرده جمله نامعلوم انشالله که یافت میتونیم. پس x مساوی است با چقدر؟ ضریب x چند است؟ 80 در مخرج. مقابلش چند است؟ 16 ضرب 100 فیصده. 16 ضرب 100 فیصد. یک صفر ازی کده، یک صفر ازی خلاص به خلاص. یک 88 میشه، دو 88 16 میشه. دو ضرب 10 فیصد. دو 10 فیصدتان 20 فیصد. پس من نتیجه گرفتم که جواب سوال ما 20 فیصد است. پس بدین ترتیب ما این اول سوالا رو میتونیم حل کنیم. حالا وقت ضایع نمیکنیم، میریم راهی مثال شماره 8 میشیم. 8 ما زبانکی برات میگم. 42 چند فیصد 168 میباشد؟ 100 فیصد عدد 168 است. گفته چند فیصدش 42 میباشد. لطفا خودت کار کن. مثال شماره 9 رو دستم کار میکنیم. عدد 0.02 چند فیصد 20 میباشد؟ عدد 0.02 چند فیصد 20 میباشد؟ یعنی 100 فیصد عدد 20 است. شما را گفته چند فیصدش 0.02 می باشد. پس این همه سوالا را ما طرفین وسطن کرده جمله نامعلومش را میتونیم یافت کنیم. ضریب x چند است؟ 20 در مخرج. مقابلش چند است؟ 100 فیصد. ضرب چند؟ ضرب 0.02. اگر یک صفر ازیر مکد یک صفر ازی خلاص بکنم، بقیش هم سک یک دو دو پنج دو ده بگویم، پنج ضرب این از امی عدد اونم موقع فیصد. 5 ضرب 2 در 0 سمت بر 1. 5 0 0 1 کام حاصل داشتیم. 5 ضرب 0 تان 0. چند خانه شاری داریم؟ دو خانه. خیلی جواب سوال ما میشه 0.1. 0.1 چی؟ علامه فیصد یاد نرو. 0.1 فیصد. اینی بود جواب سوال ما. پس بدین ترتیب ما با هر دسته بر بخوریم انشالله کار مشکل نخواهد بود و انشالله که شما هر کدامش حل میتوانین. بالاخره سوالات عبارتی هم می داشته باشد فیصد. بسیار سوال های شیرین دارن. از جمله چند سوالش بر شما در اینجا انتخاب کردیم. سوال اول عبارتی: 2.8 فیصد کارگران فابریکه کود برق مزار شریف 112 نفر می باشد. تعداد مجموعی کارگران این فابریکه چند نفر است؟ بسیار سوال اول آسانه. 2.8 فیصد کارگران فابریکه کود برق مزار شریف 112 نفر می باشند. شما را گفته که تعداد مجموعی کارگران این فابریکه چند نفر است؟ یعنی که 100 فیصدش را یافت کنین. پس طرفین وسطین کرده میتونی قیمت یوای یافت کنی در خانه. پس حل از این سوال ما به خاطر که وقت ضایع نشوم میمونم بر شما در خانه خودتان کار کنین. اعتراض نیست. ما بر تناسبش تشکیل دادیم. فقط یک طرفین وسطین کرده جمله نامعلوم یافت بکو. مثال شماره دوم: در صنف درسی که 85 تن دانش آموز درس میخواند 34 تن دانش آموز چند فیصد صنف را تشکیل میدن؟ سوال شماره دوم: در صنف درسی که 85 تن دانش آموز درس میخوانند، یعنی 100 فیصدش 85 تن است. 85 تن است. شما را گفته 34 تن دانش آموز چند فیصد صنف را تشکیل میده؟ گفته چند فیصدش باز 34 تن است. طرفین وسطن کرده، باز هم شما برین قیمت حرف نامعلومش که عبارت از x است باز یافتش کنین. مشکل نیست انشاءالله. ما امیدوار هستم که باز تنبلی نکنی و سوال ما را باز ما نظر مکمل حل کنیم. سوال شماره سوم کتاب کار میکنیم: در یک میدان هوایی 450 مسافر انتظار طیاره را دارند، از جمله 90 نفر آن اطفال متبقی بزرگ سالان هستند. اطفال چند فیصد منتظرین را تشکیل می دهند؟ یعنی 100 فیصد از این مسافرین 450 نفر است. گفته 90 نفرش اطفال است. گفته چند فیصدش گفته اطفال تشکیل می ده؟ چند فیصدش این 90 نفر تشکیل 90 نفر اطفال که است؟ این رقمی طرفین وسطن کرده جمله نامعلومش یافت بکنین. پس ما قیمت x یافت میکنم هر چقدر برآمدنه. اگر x ما را رفت و که بعد استامد 20 فیصد، یعنی که 20 فیصد اطفال است. اگر در سوال از ما پرسان شود که چند فیصد دیگهش کلان سال است، در صورتی که 20 فیصد اطفال باشد خیلی 80 فیصد دیگهش کلان سال است. اگر 30 فیصد اطفال باشد خیلی 70 فیصد دیگهش کلان سال است. اگر 40 فیصدش اطفال باشد یعنی که 60 فیصد دیگهش باز چی هست؟ کلان سال است. یعنی جمعاً 100 فیصد پوره کنین. و یا مثال شماره چهارم کتاب:
اگر 32% اشتراک کنندگان یک میله تابستانی 128 نفر باشند، معلوم نمایید در این میله تابستانی چند نفر اشتراک کرده. رهنمایی میکنم زبانکی. 32% اشتراک کننده 128 نفر است. گفته 100% اشتراک کننده چند نفر است. انشاءالله میتونی یافت کنی. این بود سوالات عبارتی از این مبحث ما. گپک های دیگه باید برای فیصد مانده که او در تمرین است و میرم راهی سوالات تمرین میشم. عزیز در تمرین افتم یک تیپ از سوالات دیگه داریم در رابطه با فیصد است. او چه رقمی سوالات است؟ از روی کسر اشار ما فیصد تشخیص کنیم، از روی کسرای عام ما فیصد تشخیص کنیم. پس لطفاً به این بخش مراجعه میکنیم، من سوالات کار میکنم، شما باز خودتان سوالات تمرین باز کار کنین. اولین مثال از خود ما، از کتاب نه، از خود ما. این اگر از ما کس پرسان کنه کمی 2/5 چند فیصد نشان میده، چه قسم عمل میکنی باز بی بی پیش بعدن. مثال شماره دوم فلم سال 4/3 خوب متوجه باش که از پیش چبا نشوه. 4/25 گفته چند فیصد را نشان میدهن. مثال شماره سوم فلم سال 2/7 چند فیصد را نشان میدهن. شما اگر از روی کسرام میخواین که فیصد تشخیص کنین، گفته همی صورت و مخرج ضرب یک عدد بکنین که مخرج 100 بسازه. مخرج که 100 بسازه اون کار جور است. پس صورت و مخرج ده من ضرب چند کنم که مخرج 100 شود. ضرب 20 کنیم. دورم ضرب 20 میکنیم، پنجم ضرب 20 میکنیم. 2 20 تان 40 میشه. 5 20 ما 100 میشه. پس سه کنین. 40% چند فیصد ما نامیده؟ 40%. یک چیز دانش آموزه عزیز متوجه باشه که سوی تفاهم نشود از پیشت. او چی است؟ یکی متوجه باشی، متوجه باشی رقمی است. امی خود عدد 100 که است مساوی به 100% نیست. چی است؟ خلاف هستن یعنی که 2 مساوی باز به 2% نیست. 2 که است سکنه 2% که است مساوی به 2/ سکنه دفعه 2% که است مساوی به 2/100 است. اینیش مساوی است، اینیش مساوی سه است. این دو تا رو مغالطه نکنی. حتی میشه من بر توی رقمی بگویم خود 200% بیان میکنه، 500% بیان میکنه، 100% بیان میکنه. 100% یعنی خود مقدار. خود یک مقدار اگر یک واحد باشد خیلی گرم، خود 100% است دیگه. اگر ما یک مقدار 100% بگوییم، خیلی 5 مقدار 5 واحد 500% میگیم. بلند مثالای بعدی موضوع برجسته میشه، لطفا به ادامه دست توجه کنید. ما میخوایم پیدا کنم که 4/25 چند فیصد نشان میده. در اصل صورت و مخرج ضرب یک عدد بکنه که مخرج 100 بسازه. ما 25/4 کنم مخرج 100 میشه. از اون خاطر یام ضرب 4 خیلی شام ضرب 4. چرا صورت و مخرج؟ اگه صورت و مخرج ضرب عین عدد نکنی خود در کسر تغییر رخ میده باز، یعنی که اجازه نداری. 4/4 = 16، 4/25 = 100. پس حال چند فیصد نشان میده؟ یعنی که 16% نشان میده. آمدم سر مثال 2/7 چطور میشه دانش آموزای عزیز. افتا من ضرب چند کنم که 100 بته؟ او تا یک عدد را من سراغ ندارم که ضرب کنم با 100 بته. خیش که نشد چی؟ خدا این طریقه را نگیره. کدام طریقه را نگیره؟ بگی دور تقسیم 7 بکن. دور تقسیم 7 کنیم. 2 تقسیم 7 نمیشه، اولا 0 بعدا نشاری. 1 0 مگذارم. 2 7 = 14. از 20 که 14 کم شد 6 باقی. 1 0 دگام مگذارم. سه که دفعه متوجه باشی. 8 7 = 56. چندش ماندک؟ 4. این 4 مگذاریم. باز 1 0 دگام مگذاریم. باز 5 7 چند میشه؟ 35. متوجه باش 35. از 35 از چرک 35 برای 5 باقی. باز 1 0 مگذاریم. باز 7 7 ما چند میشه؟ 49. از 50 که 49 کم شد چند باقی؟ 1 باقی. بس کفایت میکنه، کفایت میکنه به قدرش. اما میفهم که دامه داره. خیلی چند فیصد نشان میده؟ گوش کن. جواب سوال ما دوره که تقسیم 7 کدوم. جواب سوال ما 0.285 7. 2 8 5 7 به دست آمد. اما یک چند نقطه دیگه هم داره. گفته چند فیصد نشان میده؟ گوش کن من برات میگم. 2 رقم اول اعشاری که از خود فیصد نشان میده. 28ش خود فیصد نشان میده.
سایر ارقام اگر من اشاره های فیصد است 28.57 این که فیصد نشان میده. پس دانش آموزای عزیز در این یک نکته بسیار جالبه که زیاد کدشان برمیخوری در سوالا، اگر کسای عام ما نفهمیم اما تو شرافتمندانه به کس اشار تبدیل کن، از روی کس اشار امی اشاری اشاری هم فیصدش تیر شده نمیتانه مثلا. پس من نتیجه میگیرم 0.25 که هستک 25 فیصد نشان میده. مثال شماره 5 سکه دفعه 0.2486 که هستک دو خانه اولش خود فیصد 24 اشاریه چقدر 86 چقدر شده فیصد نشان میده. مثال شماره 6 خوب متوجه باش یک دفعه 0.024 متوجه باشی دو خانه اولش خود فیصد دو خانه اولش 0.24 چی فیصد نشان میده. بعد این ترتیب ما گفته میتانیم اینه 0.2 های پس بهتر است که باز بگویم که 2.4 فیصد نشان میده. بعد این ترتیب ما بحث را برای انداخته میتانیم. مثال شماره 7 را یاد گرفتیم 0.00 فرسال 4 اش چند فیصد نشان میده. دو خانه اشاری شتر ببرین دو خانه اشاری که ما ببرم 0.4 اش فیصد نشان میده. بعد این ترتیب پس ما طرز دریافت فیصدی ها را بلد شدیم. یک چیز متوجه باشی که من تال را بر تو عدد سیدار کار نکردم از قصد کس پیش تیر نشه باز. اما در بین از امیاد دل مست کمی امی یک کسی اگر پرسان کنه که استاد امی 0.4 متوالی چند فیصد نشان میده، خوب متوجه باشی متوالی داره را در جایزی من اشتا کنه مجبور 0.4444 چقدر 4 هر چقدر 4 که تو کار داری. خیلی جواب از این سوال ما مسایز بچن 44.4 متوالی فیصد نشان میده 44.4 متوالی فیصد نشان میده. ما مطمئن هستم انشاءالله بعد از این نامش سوال را که برد بتت تو میفهمی که چند فیصد نشان میده. اما در مثال شماره 9 زاویه کار ما تغییر کرد. او چی است؟ مثال شماره 9 متوجه باشین اگر 2.4 برات نشان بده که چند فیصد نشان میده خوب متوجه باشی. اول در جای 2.4 متوجه باشی 2.40 نشته کنین. بعد از او که نشته کردی سکه نمی خودش راستن 240 نشته کنین باز فیصد نشان میده 240 فیصد در جای 2.4 2.40 ساختم 240 فیصد متوجه شدی؟ مثال شماره در متوجه باشی اگر ما 3 کنن 32.48 داشته باشیم قسمت پوره داره یعنی که نشته میکنیم اینه خود عزت نشته کنیم 32.48 نه 32.48 نشته کنیم بانه ما قد فیصد نشان میده. یعنی هدف ما چیست؟ دو خانه اشاری طرف ببرین 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 فتح میکنه. بعد این ترتیب نامش مثال که باشد انشالله ما فیصدیش تشخیص میتانیم. و آخرین مثال مثال شماره 11 اگه داشتن منفی 300.45 چند فیصد نشان میده این را ما رکورد شده کنین منفی 300 سکنین فقط دو خانه شرش طرف ببرین این همه فیصد چند بخوانم 30.045 فیصد نشان میده. اگه در اینجا منفی بود در اینجا منفی است پس ما نمیتونیم علامه زیر تغییر بتیم. بعد این ترتیب جواب سوال خود بازیافت کنیم. اینال ما از روی کسر اشار نامش فیصدی که باشد میتونیم انتخاب کنیم و میتونیم که جواب سوال خود یافت کنیم. و آخرین مثال مثال شماره 12 است متوجه باشی 0.48 متوالی چند فیصد نشان میده. نشان میکنی 0.3 که دفعه 0.3 کنین چند 4.8 تا مرج کار داری 0.48 خیلی بهتر است من در جای 0.48 متوالی فیصد نشته کنم چه رقمی 48.48 بازم 48 متوالی فیصد 48.48 متوالی چقدر شد؟ فیصد. این بود طریقه حل این و سوال ها. بعد از این من میتونم از روی کسرای اشار هر کسی اشار که باشد میتونم گفته که چند فیصد نشان میده. از روی کسای عام میتونم بر شما به کس اشار تبدیل کرده و گفته که چند فیصد نشان میده. یک کوتاگه که چند مثال دیگه میتونم کوتاه کس پیش تیر نشوه اما 0.2 چند فیصد نشان میده دو خانه شریش طرف میبریم یعنی 0.20 بسازیم بعد از او باز 20 فیصد نشان میده. خیلی پس از همین خاطر است که 0.1 10 فیصد 0.2 20 فیصد 0.3 30 فیصد 0.9 90 فیصد 0.9 90 فیصد نشان میده.
متوجه شدی که از پیش در آینده باز اشتباه نشوه و بعد این ترتیب این مبس از پیشتان غلط نکنین. بر امروز اضافه از این وقت شما را نمیگیریم. بقیه لحظات خوش بر شما در تمام امورات زندگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند یار مددگار همه.